سلام، بعد از ظهر بخیر. من مهدی طهانی اینجا تهران، استودیوی بورسان. ساعت 16:02 بعد از ظهر روز چهارشنبه 19 شهریور ماه سال 99 رو با هم هستیم. یکی دو هفته اخیر در بازار سرمایه نشون داد آزمون اجرا تا سیاست گذاری تا اجرا توسط مسئولان و اقتصاددانان در بازار سرمایه و تصمیم گیران در بازار سرمایه آزمونی بود که نشون داد این خانه زیاد هم محکم نیست و آمدن پیشنهادات و خیلی مسائل مختلف یا فعالان بازار بیان می‌کردن بلکه بازار سرمایه از شرایط اخیرش در بیاد. با سری بعدی یا قسمت بعدی از برنامه‌های ساختار سیاست‌گذاری در بازار سرمایه ایران با شما هستیم، با جناب آقای دکتر احمد پویانفر، مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آیکو، تا با ایشون به گفتگو بنشینیم و ببینیم که برای ساختار سیاست‌گذاری‌ها در بازار سرمایه باید چه فکری کرد و به چگونه عمل شود به نفع بازار سرمایه، اقتصاد و مردم کشور ما خواهد بود. سلام، بعد از ظهر بخیر دکتر. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. دو هفته داشتیم در بازار سرمایه، شرایط بسیار سخت بود. تصویر شما از اجرا، تصمیم گیری، ابلاغ و سایر موارد، مصاحبه ها که در ارکان مختلف اقتصاد من جمله بازار سرمایه بود، در این دو هفته چجوریه؟ با شما هست. خب بنده هم سلام عرض میکنم و خسته نباشید، هم خدمت شما، هم همکارانتون، هم بیننده های برنامه. خب موضوع واقعا چالشی هست در خصوص سیاست گذاری توی بازار سرمایه بخوایم صحبت کنیم. خب ابعاد مختلفی قضیه داره و من فکر میکنم که صورت مسئله رو کسی شک نداشته باشه. ما الان هممون فکر میکنم که اتفاق نظر داریم که حداقل برنامه منسجم و از پیش تعیین شده ای برای این چنین مواقعی ما نداریم. اینو دیگه فکر کنم همه اشتراک نظر باش داشته باشیم و میخوام من مسئله رو از همینجا شروع کنم و برسم به همین ساختار سیاست گذاری کلان در واقع سازمان بورس یا شورای عالی بورس در خصوص بازار سرمایه. خب از ابعاد مختلفی میشه قضیه رو نگاه کرد، همونطور که عرض کردم. ببینید، هم توی وظایف شورای عالی بورس، هم توی وظایف هیئت مدیره سازمان، خیلی جالبه شما وظایف ببینید، هر کدوم یه 10-11 تا، حالا 10-11 تا شورای عالی بورس، 17-18 تا فکر کنم هیئت مدیره سازمانه. شورای عالی بورس دو تا وظیفه در واقع سیاست گذاری و توسعه بازار و نظارت رو بر عهده داره، بقیه شمش اعطای مجوز و اینجور چیزاست. هیئت مدیره هم باز به همین شکل، شفافیت، مثلا حمایت از حقوق سهامداران، برنامه‌ریزی بلند مدت، باز بقیهش مجوز و کارمزد و اینا، هم شورا هم هیئت مدیره سازمان. توی هر دوتاش من اتفاقا اینو خواستم مطمئن باشم قبل جلسه، تو هر دوتا میبینید که در خصوص سیاست گذاری بلند مدت یا کلان بر عهده هر دوتا گذاشته شده. خب الان من فقط سوال خیلی ساده بم، به این سیاست گذاری کلان یا بلند مدت برای بازیگران بازار سرمایه کجا قابل دسترسی هست؟ ما الان مثلا بگیم بله این برنامه بلند مدت سازمان یا شوراست در خصوص رسیدن به یک سری KPI ها یا به یک سری اهدافی که براشون ترسیم شده است. من فکر میکنم همچین در واقع برنامه ما نمیتونیم داشته باشیم، چه در دوره مدیران فعلی چه دوره‌های قبلی. به نظر میاد که این یک نقص خیلی اساسی تو بازار سرمایه هست. حالا من در ادامه اگه لازم شد باز در موردش توضیح میدم، فعلا اگه شما سوالات طرح بکنید. بله، خب شورای عالی بورس و سازمان بورس همونطور که فرمودید یک سری کارها باید انجام بدن که شما میفرمایید که نقشه راه مدونی حداقل برای بلند مدت ما در این زمینه در دست نداریم، که متاسفانه در چند وقت گذشته، 3-4 ماه گذشته هم که پول خوبی در بازار سرمایه اومد و نتونستیم به اون گونه ازش استفاده کنیم مشهود بود. خب فکر میکنید آیا سازمان بورس اصلا در جایگاهی هست
که بتونه در اقتصاد نقش خاصی رو ایفا بکنه، چه از نظر توانایی چه از نظر مؤثر بودن. و همچنین فکر میکنه چه نمره ای بشه به شورای عالی بورس و هیئت مدیره سازمان بورس داد؟ آیا ترکیب افرادی که در اونجا هستن ترکیب کارایی برای اجرای کار مهم و بزرگ برای اقتصاد و بازار سرمایه است؟ به نظرم سوال جالبیه در خصوص، یعنی خیلی سوالی بود که من خیلی انتظار داشتم تو این جاهایی که صحبت میکنیم خیلی سریع پرسیده بشه، من بتونم حداقل نظر کارشناسی خودم رو بتونم در این حوزه بگم. ببین واقعیتش نه جایگاه هیئت مدیره سازمان الان به در واقع این حدود و ثغوری که بازار سرمایه داره میخوره، نه علارغم احترام کاملی که به همه بزرگواران توی هیئت مدیره سازمان دارم، خب همه اساتید بنده هستن، همه در واقع تجربه کافی توی بازار و مدیریت و این بحثا دارن، ولی واقعا من فکر میکنم که اون توانمندی که ما از اعضای هیئت مدیره سازمان برای سیاست گذاری های کلان داشته باشیم توی هیچ دوره‌ای تقریبا نداشتیم. ببینید من مثالشو بزنم برای اینکه متوجه بشیم. الان SEC امریکا رو شما ببینید، اونایی که به عنوان کمیسیونر در واقع SEC هستن، خب اینا رو رزومه‌شون توی وبسایتشون هست، شما برید رزومه‌شون رو ببینید، همه‌شون صاحب نظر اقتصاد مالی هستن. یعنی شما میری میبینی که تو جورنال های تاپ اینا مقاله چاپ کردن. من نمیگم حتما مقاله چاپ کردن به این معنیه که شخص میتونه این توانمندی رو داشته باشه، من میخوام بگم که صاحب نظر مالی هستن. ببینیم متاسفانه ما شرایط بازار سرمایه و همینطور این قانونی که داریم هیئت مدیره سازمان رو به سمتی کشیدی که مدیران اجرایی هستن، یعنی اونا الان نه وقتی برای فکر کردن دارن و نه اصلا آدمای فکر کردنی هستن. اونا برای اینکه مثل همین کارهایی که الان این دو سه هفته دیدیم، اینو جمع کن با اون زنگ بزن این دست عمل رو، حالا اینو 5% بکنیم 7%، یعنی همش داره این اتفاقات میفته. در نتیجه ببین الان من مثلا سوال خیلی کلیرم اینه، مثلا به فرض ببینیم که سیاست گذاری سازمان یا اعضای هیئت مدیره سازمان برای حضور افراد غیر حرفه‌ای در بازار سرمایه چی بوده؟ واقعا نقش سازمان بورس بود این افراد اومدن؟ هممون میدونیم نه. آیا اصلا حالا اومدن، حالا سازمان میخواست با اینا چیکار کنه؟ بازم هیچی نداره. خب به وضوح شما اینو میبینی که همچین توانمندی نه ایجاد شده نه انتظار میشه رفت. از اون برم جایگاه سازمان، ببینید یه زمانی بازار سرمایه در 10% جی ام پی کشور بود، الان یه چیزی چندین برابر جی ام پی کشور شده و نقش بازار سرمایه از صنعت بانکداری در اقتصاد بیشتر شده و حتما رئیس سازمان بورس باید شخصی در حد ریاست بانک مرکزی باشه، رئیس کل بانک مرکزی باشه، اصلا شما شک نکنید. چرا؟ همین چند هفته نشون داد شما میخوای هماهنگی بین وزارتخونه ها انجام بدی، بین قوه ها انجام بدی، الان در این جایگاهی که برای رئیس سازمان بورس در نظر گرفتن با این جایگاه ایشون نمیتونه همچی کاری انجام بده، در چه حتما باید رئیس سازمان با حکم رئیس جمهور منصوب بشه، حتما باید در هیئت وزیران شرکت کنه. یعنی عرض کردم حتما الان اگه نقش تاثیرگذاری اقتصادی بازار سرمایه در نظر بگیریم الان از بانک ها بیشتره، یعنی این که ما باید رئیس سازمان شخصی باشه که بتونه، قبلنا چند سال پیش رئیس کل بانک مرکزی میگفت که تو این بازار سرمایه این اتفاق بیفته نیفته، خیلی راحت جلوی یک سری تصمیمات گرفته میشد. الان اتفاقا برعکسه، باید رئیس سازمان بورس بگه که بله تو شبکه بانکی هم در واقع در راستای سیاست گذاری کلان یه تصمیماتی گرفته بشه. درسته. در مورد شورای عالی بورس چطور فکر میکنید کارایی لازم وجود داره؟ ما بعضا میبینیم که شورای عالی بورس باید بیاد سیاست گذاری کنه، تصمیم سازی کنه، ولی برخی از اعضای شورا وقتی از جلسات میان بیرون تازه شروع میکنن به توییت کردن و پیام فرستادن که باید یه کاری انجام بشه. به نظر میرسه که اصلا در شورا افراد دیگری دارن صحبت میکنن و تصمیم میکنن و این افراد نظری نمیتونن اونجا بدن و بیرون با مردم نظرشون رو در جریان میذارن. ببینیم تعارف نداریم که، شورا یک سری افرادش رو قانون گفته سمت های دولتی دارن،
چه دلشون بخواد چه دلشون نخواد، چه تخصص داشته باشن چه نداشته باشن، تو اون عضو شورا هستن. یه 6-7 نفری هم وزیر اقتصاد منصوب میکنه. ظاهر قضیه اینه که این افراد خبره صنعت هستن، ولی طبیعیه وقتی حکم منو وزیر اقتصاد میزنه، آیا من میرم اونجا علیه صحبت‌های وزیر اقتصاد موضع میگیرم؟ حتما این اتفاق نمیفته. این یه بحثه. بحث دوم، ببین من میخوام ببینم بازوی فکری شورا کجاست. ببین هیئت مدیره سازمان که داره کار اجرایی انجام میده، شورا هم که یه جاییه که بشینه اونجا فقط در واقع یه مصلحتی رو انجام بدن یا یه تصمیم گیری روی حالا یه گزارشاتی بیاد یه تصمیم گیری اونجا بکنن. واقعا شورا نه ابزارشو داره و نه اصلا امکان داره. شما اونجا 15 نفر از حوزه‌های مختلف چطور میتونن بیان یه کار تخصصی انجام بدن؟ اون شورا یه شورای در واقع مصلحتی تصویبی هست، اصلا نمیتونه، یعنی خاصیت و ماهیتش یه جور چیده شده. شما نمیتونی اونجا مثلا بیای یه تصمیمات مبتنی بر مطالعات کارشناسی و علمی انجام بگیری. چرا؟ مطالعات باید سازمان انجام بده که سازمان هم انجام نمیده. شما الان سازمان و بورس مرکز مطالعات اسلامی و مالی شده در نظر بگیر، یکی هم که شرکت بورس تهران معاونت اقتصادی داره. شما برو گزارشاتی که این دوتا مرکز دارن تولید میکنن یه ملاحظه بفرما ببین چه گزارشاتی هستن. خب همش بررسی مقایسه این که خب سوشال تریدینگ یعنی چی، یا مثلا شاخص ها تو بورس ها چیا هستن. خب یعنی همش مطالعات تطبیقی اونوره. نمیدونم اصلا شما یه مرکزی که بخواد مسائل مبتلا به بازار سرمایه خودمون رو مطالعه کنه نداری. همین اتفاقاتی که الان توی بازار سرمایه این چند هفته افتاد، الان ببینیم چه مطالعه‌ای. ببین همه، اونی که یه هفته هم اومده توی بورس و اونی هم که 20 سال تو بورس کار میکنه، همه در خصوص همه اتفاقات بورس نظر میدن. همه میگن، یکی میگه دامنه نوسان رو باز کنیم، یکی میگه ببندیم، یکی میگه 3% کنیم، یکی میگه تو یک شرایط باز کنیم، تو یه شرایط دیگه باز نکنیم. یه نفرم 10 صفحه مطلب یا مطالعه نمیده بگه بر مبنای این مطالعه من اینو میگم. خب این خلأ هست. کی باید انجام بده؟ سازمان بورس که این همه و ارکان درآمدهاشون 10-20 برابر شده، چقدر صرف تحقیق و توسعه شده؟ من میگم هیچی. همون روال قبلی بوده، از یه پایان نامه 2,000,000 تومان بدیم حمایت کنیم، از یه پایان نامه 5,000,000 تومان بدیم حمایت کنیم، دو تا گزارش هم تهیه کنیم بگیم چون ما واحد ما بوده پس این گزارش رو تهیه کردیم. بله آقای دکتر، عنوان میشه که به سازمان بورس خودش، حالا با اون شورای عالی بورس خودشون تصویب میکنن، یعنی سیاست گذاری میکنن، خودشون اجرا میکنن و خودشون هم نظارت میکنن و خودشون هم محکوم میکنن. یک جزیره کاملا بسته هستش. این درسته اصلا این گزاره؟ آیا واقعا باید جایی بر روی سازمان بورس نظارت داشته باشه یا نداشته باشه؟ این به چه ترتیبی میتونه باشه؟ بله، من فکر میکنم که یکی از ایرادات جدی هم تو این حوزه همینه. ببینید ما مشخصا مصداقی بریم دیگه. ببینید تخلفی که هر کدوم از نهادهای مالی انجام میدن، مدیریت حقوقی سازمان یا مدیریت نظارت بر بازار نهادها میاد یه پرونده یا تشکیل میده، میفرسته به مدیریت حقوقی، اونجا دعوت میکنن، میگن بیاید شما از خودتون دفاع کنید، بعد شما دفاع میکنی، خودشون هم حکم میدن. یعنی هم اون کسی که پرونده رو تشکیل داده، هم اونی که اظهارات شما رو داره گوش میکنه، هر دوتا در واقع خود سازمانه، هم دادستانه هم قاضیه سازمان بورس. و دیگه من فهم میکنم بیشتر از این نیازی به توضیح نداره که معلومه شما هیچ جایی به هیچ اعتراضی به جایی نمیرسه. فرض کنید اصلا نه، شما بخوای بگی که من علیه احکام سازمان بورس من میتونم برم توی یک محکمه خارج از در واقع بازار سرمایه توی مراجع قضایی شکایت کنم. خب معلومه من این کار انجام نمیدم، فقط تحت شرایط این کار انجام میدم که دیگه قید بازار سرمایه رو بزنم، چون قراره من از همین سازمان بورس فردا مجوز بگیرم، فردا قراره من از اینجا تایید صلاحیت بگیرم. خب من مثالش رو خدمت شما بزنم، خیلی جالبه. من
همین یک ماه پیش، یه ماه هم نشد اتفاق افتاده. ببینید ما در خصوص صندوق‌های سرمایه گذاری، خب میدونید دنیای اکسپشن این صندوق‌های سرمایه گذاری دیگه، هر کاری انجام میدی یه جایی باید حتما باز چک کنی با سازمان. همکارای ما زنگ زدن، کارشناس سازمان، کارشناس مسئول یا کارشناسی که قراره مشاوره بده زنگ زدن پرسیدن که خب ما همچین کاری میخواییم انجام بدیم، نظر شما چیه؟ بعد ایشون گفته که خب کی مثلا مسئول این کاره؟ گفتن فلانیه. گفته بله پس فلانی، آها تو فلان کارگزاری قبلا بوده، عیناً جمله‌ای که گفته کارگزاری قبلا بوده، کل فرایند کلاهبرداری که ایشون یاد گرفته اونجا الان اومده اونجا، اونجا هم داره پیاده سازی میکنه. بعد بهش گفتن که خب ما خواهش میکنیم که شما کمک کنید ما موضوع رو حل کنیم، حالا اینو بذاریم کنار. بعد ایشون گفته که من نمیتونم بیشتر از این صحبت بکنم، به منم زنگ نزنید. خود من زنگ زدم به کارشناس، زنگ زدم گفتم آقای فلانی مثل اینکه یه همچین سوء تفاهمی پیش اومده، من خواهش میکنم که در هر صورت ما همکاریم، وقتی که یه مسئله پیش اومده ما جوابشو نمیدونیم، خب آخرش باید از شما این مسئله رو بپرسیم. ایشون به من برگشت گفت که ببینید من علاقه‌ای به صحبت کردن با همکار شما ندارم. گفتم ببین دوست عزیز، شما علاقه‌ای نیست که، منم اصلا شاید علاقه نداشته باشم با شما صحبت کنم، ولی بحث اینه که طبق مقررات ما باید یه کاری انجام بدیم و اینو نمیدونیم، باید شما به ما بگی، ابهام داره این بحثه. بعد ایشون به من گفتن که خب من اصلا دوست ندارم با شما هم صحبت کنم. گفتم که ببین آقای فلانی، شما کارمزدی که از من، اون حق نظارتی که از من میگیری سالیانه، وظیفت این هست که به من جواب بدی. ایشون گفت که شما مگه مستقیم حقوق منو میدی؟ من خواستم توضیح بدم که مستقیم حقوق شما رو نمیدم، ایشون اصلا تلفن رو قطع کرد. تلفن رو قطع کرد. من زنگ زدم به رئیس ادارش، زنگ زدم به مدیر، زنگ زدم به معاون، هیچ کدوم نبودن. سه چهار بارم پیگیری کردم که با یکیشون صحبت کنم، نشد. این وضعیت این میشه که دادستان و قاضی خود سازمان بورس باشه. ببین من یه خاطره ای از یکی از مدیر عاملان قبلی بورسا خدمت شما بگم. خود ایشون هم حالا چون نمیخوام باز خیلی باز کنم، خود ایشون هم الان مسئولیت خیلی بزرگتری دارن. صحبت میکردیم، ایشون میگفت یک کارشناس در سازمان بورس قدرت و اختیاراتش از من مدیر عامل بورس بیشتره. این تو دنیا الان شما مدیر عامل بورس نیویورک بیاد بگه یک کارشناس تو SEC اختیاراتش از من بیشتره، شما ببین چه اتفاقی میتونه تو اون بورس بیفته. خب این مشکلی هست که واقعا به نظر من یکی از ایرادات اساسی و جدی بازار سرمایه ما هست. بله. میخوام به موضوعی اشاره بکنم آقای دکتر که به نظر شاید برای خیلی‌ها کم اهمیت بیاد، ولی دغدغه است و به شفافیت شاید بتونه کمک کنه. یک قانونی بوده سنوات قبل گفته شده که پرسنل ارکان بازار سرمایه مثل کارگزاری‌ها، سازمان بورس، شرکت‌های بورس نمیتونن با کد خودشون مستقیما بیش از 25 میلیون تومان سهام بخرن. اون زمان خب دده بوده، شرایط به گونه دیگه بوده، اطلاعات این گونه در اختیار کسی نبوده و خب قطعا اونا هم رفتن سهام خریدن، ولی به کد دیگران این کار انجام شده و باعث شده یک سری اتفاقات عجیب و غریب بیفته. آیا الان به نظر شما نباید در این قوانین، شاید اگر پیش همکارانمون هم در سازمان بورس بشینیم، بخشی که حالا نمیخوام پاسخگوی ما بقی باشم، بگن شما دارید بیرون خیلی براحت معامله میکنید، سهام میبرید، ما اینجا یه حقوق ثابت داریم، داریم سودای شما رو میشماریم. شاید بخشی از بد اخلاقشون که قطعا نمیتونه توجیه مناسبی باشه ناشی از این ذهنیت و این موارد باشه. نظر شما راجع به این مورد چیه؟ این مورد نمیتونه به شفافیت حداقل در پرسنل ارکان و بالا بردن کیفیت اونها کمک بکنه؟ ببین 100% اینطوریه. ما تعارف نداریم که هممون مطلع هستیم که همه، نمیگم همه، اکثر کارکنان نهادهای مالی، نمیگم ارکان رو من نمیگم، بورس ها، سازمان رو من اطلاع ندارم، ولی توی کارگزاری ها، توی مشاور سرمایه گذاری، توی تامین سرمایه، توی شرکت سرمایه گذاری
اکثر کارشناسان مستقیم و غیر مستقیم تو بازار سرمایه هستن و یا به کد خودشون یا به کد اشخاصی که منتسب بهشون هستن دارن معامله رو انجام میدن. خب فقط تنها فرقش با این که اینا میتونستن مستقیم معامله کنن اینه که وقتی مستقیم معامله کنن حداقل نهاد نظارتی میتونه ببینه چی کار کردم، حساس شد، اون حساسیت لازم رو داشته باشه. وقتی به کد یه شخص ناشناسه نمیتونه این پیگیری انجام بده. من فکر میکنم که یکی از مسائلی که ما در هر صورت واقعا اینسایدر تریدینگ داریم دیگه تو بازار ما، این اینسایدر تریدینگ که در واقع حالا ما یه مطالعه‌ای داشتیم، مطالعه یکی از دانشجوها بود، حالا نمیگم خیلی مطالعه کاملی بود ولی یه مطالعه‌ای بود که ما این معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی رو داشتیم. خب ببینین یه چیزی فکر کنم هولوش 10% 12% بورس تهران، 15% معاملات فرابورس مبتنی بر اطلاعات نهانی اتفاق میافتاد. خب و این جالبه که توی بورسای پیشرفته یه چیزی هولوش 2-3%. خب این اطلاعات نهانی بر مبنای اون داره معامله میشه، یه بخشش همینه، تریدرهایی که هستن دسترسی دارن و واقعا هم ببینیم که کی در معرض دسترسی به اطلاعات نهانیه. خب مدیران شرکت ها و ناشران هستن، واقعا اون دیگه از جایی که دیگه اومد توی سایت کدال خیلی اطلاعات نهانی در اختیار این ور قرار نمیگیره. فقط اون چیزی که هست اینه که استراتژی معاملاتی تریدرها رو بگیم که در واقع سرمایه گذارها رو شاید اینا بتونن دسترسی داشته باشن، اونم با توجه به بازار که رفته سمت OMS ها، واقعا خیلی و حجم بازار اینقدر بزرگ شده به این راحتی قابل استخراج نیست استراتژی معاملاتی. و دو اینکه شما به جای اینکه بری سرمایه گذاری کنی توی سیستم های نظارتیت، اصل قضیه رو یه جور دیگه منتفی کردی که غیر مستقیم همه انجام میدن. یعنی باید بری تو سیستم های توی IT و سیستم های نظارتی که بتونه فرانت رانینگ رو بشناسه، بتونه دسترسی به اطلاعات نهانی رو بشناسه، بتونه دستکاری قیمت ها رو بشناسه. شما روی این حوزه اصلا هیچ کار نکردی، همه رو محدود کردی به شرکت مدیریت فناوریت، میگه هیچ کس تو حوزه IT بورسا وارد نشن، هیچ شرکت رقیب دیگه ای وارد نشه، این امین منه، بعد اونم اینقدر کار سرش ریخته همین هسته رو به سر پا نگه داره، باید هممون کلامانو بندازیم هوا که بله هسته امروز خوب کار کرد به مشکل نخوردیم. درسته. ما اخیراً اظهار نظر خیلی از نمایندگان محترم مجلس رو داشتیم که دوست داشتن راجع به بازار سرمایه بدونن و اونهایی هم که یک مقدار اطلاعات داشتن می اومدن و اظهار نظر می‌کردن و می‌گفتن باید یک کار مختلف انجام بدیم. ما قرار بود فرود آرام باشه، چی شد؟ سقوط آزاد شد و از این جور موارد. ما یه قانونی در بازار سرمایه داریم، قانون سال 84. اولا می‌خوام سوال کنم از شما که فکر می‌کنید اون قانون کارایی هست یا نه. دوم این که نمایندگان محترم مجلس فکر می‌کنید چه کار سازنده‌ای تو این دوره از زمان می‌تونن انجام بدن تا مایی که داریم بازار سرمایه رو نگاه میکنیم به عنوان یک سرمایه گذار خرد احساس کنیم که نمایندگان مردم دارن به وظیفه ریشه‌ای خودشون عمل میکنن، نه ظاهری، نه ظاهرسازی و نه حضور لحظه‌ای در بازار؟ ببینید من فکر میکنم که ایراد کار برمیگرده به خود بگم شورای عالی بورس و سازمان بورس. من ببینید ساختار همین SEC رو نگاه می‌کردم، از سال 2009 به این ور اومدن یه معاونت مطالعات اقتصادی و مدیریت ریسک ایجاد کردن، قبل از 2009 نداشتن. خب معلومه به خاطر اون اتفاق 2008 اومدن یه نیاز جدیدی احساس کردن، دیدن که بله اینا باید ریسک بازار رو رصد کنن. ما درسته همیشه وقتی میخواییم یه ساختاری رو طراحی کنیم میگیم تجربیات مشابه را هم بریم نگاه کنیم دیگه بورسای دیگه چی هستن. یه بخشش اینه، یه بخشم اینه که خب یک سری پدیده ها هم اختصاصی خود ما هستن، شاید جای دیگه نباشه، برای اونا هم باید سازوکار بچینیم. ببینید ما آیا این افتی که تو بازار داشتیم اولین بار بود یا سالهای مختلف همیشه داشتیم دیگه، همین اسفند ما هم داشتیم،
چند دوره قبل هم داشتیم اتفاقات که بازار یهو کرش میکنه میره تو رکود، حالا بعضی مواقع یهو دو هفته طول میکشه، یهو بعضی مواقع هم یکی دو سال طول میکشه. من میخوام ببینم که ما الان یه مستند دو صفحه‌ای زیاد نداریم که وقتی که بازار به این شرایط اتفاق افتاد کی قراره چیکار کنه، اینو باید کی تهیه کنه؟ آیا من نهاد مالی باید تهیه کنم، مجلس باید تهیه کنه، یا سازمان بورس باید تهیه کنه؟ ببینید برنامه های اقتضایی اصلا سخت نیست. ببینید من الان اینجا عرض میکنم همکارای ما توی سازمان بورس ببینید contingency plans بزنن یه دونه این استاک اکسچنج برن نگاه کنم ببینم آیا بورسای دیگه برنامه احتیاطی دارن یا نه. یه برنامه احتیاطی یعنی شما باید بدونی وقتی بازار به بحران میخوره قبل از اینکه بحران ریشه‌ای بشه شما باید بدونی مثلا در عرض این دو روز یا سه روز حالا احساس کردی این اتفاق، اولا که باید سرمایه‌گذاری روی اون مدل سازی تکنولوژی انجام بدی بگی الان من به یه آستانه ای رسیدم که بازار ریسکه و دیگه باید وارد عمل بشم. حالا اینجا چه جلسه ای باید تشکیل بدی، با کی تشکیل بدی، کی به کی زنگ بزنه، کی از کی چی بخواد، کدوم تریگرها باید فعال بشه؟ خب اینو ما نداریم الان. من همه رو که میگم واقعا همه رو نگاه نکنم، ولی بورسای بزرگ دنیا رو نگاه کن، همشون برای کرش بازار یه دونه برنامه اقتضایی احتیاطی دارن. همین برای کرونا 19 همشون اومدن، کووید 19 همشون اومدن برنامه اقتضایی دادن. ببینیم یعنی من میخوام این عرض بکنم که وقتی ما برنامه ای نداریم پس همه میتونن وارد بشن، همه میتونن اظهار نظر کنن، همه فکر میکنن دارن کمک میکنن، ولی واقعا وقتی خود ما، من نهادی هستم که 30 سال 40 سال دارم فعالیت میکنم، خودم هیچی نتونستم مدل سازی کنم و برنامه داشته باشم، آیا یه نماینده مجلسی که فرض کنیم از روی دلسوزی هم میاد واقعا هم اینجوری هست و در عرض دو هفته میتونه همه یه دانش هایی که من داشتم و نیاز داشتم و داشته باشه و بیاد بازار رو کمک کنه؟ خب معلومه نمیشه. بله دقیقا. خب میخواییم راجع به مصداق ها با هم صحبت بکنیم، بخش دوم صحبتمون رو بریم سراغ مصداق ها. اخیراً در بازار سرمایه صحبت های زیادی بود که این بازار نیازمند حمایته، بعضی ها اون رو دخالت، بعضی ها دستکاری، و به هر حال رفتن در اتاقهای بسته یک سری تصمیمات بارها گرفته شد، ولی متاسفانه دیدیم عمر این تصمیمات و اعتماد بازار به این تصمیمات شاید یک روز بیشتر نبود. ارزیابی شما چیه؟ واقعا بازار سرمایه به حمایت در این روزها احتیاج داره و حمایت رو چی میشه تعریف کرد؟ باید پول پاشی کنیم تو بازار؟ همونطور که فرمودید میشه البته برنامه‌های احتیاطی در نظر گرفت، ولی خب فعلا اونا رو نداریم. ما هم داریم برای کوتاه مدت صحبت میکنیم تا از این چیزی که داخلش قرار گرفتیم بیایم بیرون. فکر میکنید در حال حاضر تو بازار سرمایه چه کاری باید انجام بدیم؟ حمایت کنیم، نکنیم، چه کاری باید انجام بشه؟ ببینید من اگه الان شروع کنم دو سه تا پیشنهاد بدم برای حمایت بازار، همون انتقادی رو که داشتم برای بقیه بر خود منم وارده، که عرض من اینه که وقتی ما میخواییم بگیم حمایت درست چیه یه دو صفحه مطالعه بکنیم. ببینید سازمان بورس تقریبا بهترین اطلاعات رو برای مدل سازی همه پدیده های ریسک ساختاری بازار داره، اصلا شک نکنید که بهترین اطلاعات رو داره. میگیم هم اطلاعات محرمانه است اصلا نده، تو مرکزش بیاد مدل سازی کنه، یه جایی بیاد بگه این دو صفحه رو دارم، من اگر دفتر ثبت سفارشاتم به این عدم تعادل رسید فلان اقدام باعث میشه در عرض چند دقیقه یا چند ساعت یا چند روز این توازن به دفتر ثبت سفارشات برگرده. وقتی همچین مطالعه انجام نشده واقعا ببینید صحبت کردن به نظرم خیلی مصداق نداره. الان وقتی توی نظام بانکی ما صحبت میکنیم میگن که هر چند واحد نقدینگی باعث چند واحد رشد تورم میشه. خب حالا یکی میگه مثلا نمیدونم هر 10 واحد منجر به 6 تا میشه، یکی میگه 3 تا میشه، یا گردش پول اینجوری تغییر میکنه و اینجور بس. خب ما وقتی که همچین مطالعه‌ای نداشتیم من از کجا بدونم که من الان قیمت سهم و فلان، یک سری میگه این 5 تا سهمو جمع کن، یکی میگه این 2 تا رو جمع کن، اولا این از کجا رسید؟
واقعا مگه با آزمایش و خطا به تعداد همه دستاندرکاران بازار ما میتونیم یه روز بگیم خب حالا ببینیم نظر شما چی، ما این دو تا سهمو جمع کنیم؟ خب جواب نداد. فردا این 5 تا سهمو جمع کنیم؟ آها، بعضیا میگن نه اینجا جمع نکن، تو منفی 5 جمع کن. بعضیا میگن تو صفرش جمع کن. بعضیا میگه نه دامنه نوسان رو باز کن بعد جمع کن. ببین چون مطالعه انجام نشده، واقعا این حمایت اینجوری راهکار دادن بحث درستی نیست. من فقط میتونم در خصوص ساختار کلانش دو تا پیشنهاد بدم، برای اینکه واقعا این مقطع حالا در هر صورت میگذره، ولی برای دو سال دیگه، برای اینکه مثلا یه سال دیگه، 5 سال دیگه همچین اتفاقی افتاد که ما به مشکل نخوریم، دو تا من فکر میکنم که کار بلند مدتی روش باید مطالعه کنیم. ببین یکی بحث بازارگردان‌های ما هست که به این شکل و شمایل ما نمیتونیم فرایند بازارگردانی رو داشته باشیم. یکی این بحثه. یکی بحث حضور سرمایه گذاران غیر حرفه‌ای در بازاره که به صورت مستقیم ما نمیتونیم وارد بازار سرمایه کنیم. ببین من چند تا آمار به شما بدم، اینو اصلا قبل این جلسه در آوردم. ببینید ارزش صندوق‌های، ارزش دارایی‌های تحت مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری کل دنیا 100 تریلیون دلاره تقریبا. ارزش کل اوراق بهادار در حال معامله در بازارهای مالی 300 تریلیون دلاره. خب یعنی 33% منابع از طریق صندوق ها تو بازارهای سرمایه مدیریت میشه. ما تو ایران چجوری هستیم؟ جمع صندوق ها رو تقریبا جمع زدیم یه چیزی حدود 300 هزار میلیارد تومن. ارزش بازارمون هم یه چیزی 7000 میلیارد تومنه دیگه. نسبت این میشه 4%. ببینید ما سرمایه گذار حقیقی رو مستقیم آوردیم تو بازار. اونجا 33% از طریق صندوق ها هستن. حالا این صندوق ها صندوق هایی که با چارج میکنن، یعنی بعضی صندوق ها مثل صندوق های بازنشستگی هم اضافه کنی، این رقم راحت بالای 60-70% میشه. تازه اینی هم که باز میگیم 60-70%، بانک ها هم شما اضافه کنی بالای 99% همه نهادی هستن تو بازار سرمایه. ما چقدر؟ 4% اومدیم. صندوق ها رو، نقش صندوق ها هستن تو بازار سرمایه. اصلا صندوق های بازنشستگی هم اضافه کنی اینو بکن 10%. بانک هم که مستقیم نمیتونه. خب چرا اینجوری شده آقای دکتر؟ این سوال خب منم هست. الان عرض من اینه. ببینید شما وقتی میخواهید سرمایه گذار خرد رو بیارید تو بازار، زیرساخت باید آماده کنید. زیرساخت چیه؟ زیرساخت این نیست که یه مسئولی بیاد بگه که مثلا کام مردم رو شما تلخ نکنید. زیرساخت اینه که شما هسته معاملاتی تو درست کنی، بازارگردان ها تو سر سامون بدی، صندوق های سرمایه گذاری تو بزرگ کنی. ببین صندوق های سرمایه گذاری من سهمشون رو تو بازار بگم، این که سهم در واقع معاملاتیشونه، نسبت به بانک ها من یه بررسی کردم. ببینید 3 بانک بزرگ دنیا 5 میلیارد دلار سپرده هاشونه. 3 صندوق بزرگ دنیا 16 تریلیون دلار دارایی های تحت مدیریتشون هست. یعنی 3 بانک سهم سپردهشون به اندازه این 3 صندوق یه چیزی هلوش 3 در 10 هزارمه. یعنی 1% نه، 1 در 1000 نه، 3 در 10 هزارم. یعنی اصلا هیچی. یعنی 3 بانک بزرگ دنیا با 3 صندوق سرمایه گذاری مقایسه کنی اندازه یه پشه هستن در برابرش سپرداش. حالا ما خود کشور خودمون رو در نظر بگید، 3 بانک بزرگ دنیا سپرداشون چقدره؟ 550 هزار میلیارد تومان. 3 صندوق بزرگ ما 65 هزار میلیارد تومان. سپردای این بانک 8.5 برابر صندوق هست. خب یعنی شما ابزاری نداری سرمایه گذار خرد بیاری تو این بازار. برای چی داری میاریش؟ ببین همین بانک مرکزی که این همه نگران بازار سرمایه هست، مستقیم و غیر مستقیم حمایت میکنه، بزرگترین قفل به توسعه بازار سرمایه همین بانک مرکزی زده. الان صندوق های سرمایه‌گذاری چرا بزرگ نمیشن؟ با مخالفت کی اینا بزرگ نشدن؟ برای چی افزایش سقف نمیگیرن؟ مگه نمیگیم اینجوری شده آقای دکتر؟ خب بانک مرکزی نمیتونه نهاد تحت نظارت خودش رو مدیریت کنه، سنگو میندازه تو بازار سرمایه، میگه بله شما چون نرخ‌ها اینجا نرخ‌های جذابی هست، در نتیجه بانک ها به خاطر شما وارد رقابت نرخ میشن. خب شما یه عدم کارایی تو اون برداری،
اون برای نمیتونی نظارت کنی، کنترل کنی، میای این بر صندوق رو قفل میکنی، میگه صندوق سودش این از این بالاتر نباشه، نمیدونم سپردهایی که به پولی که به صندوق ها میدی بانک ها از این بیشتر نباشه، اندازه صندوق میگه شما باید بری از شورای عالی بورس مجوز بگیری که صندوق میتونه اندازش بزرگ بشه یا نه. مثل اینکه یه بانکی میخواد سپرده بگیره باید بره از شورای عالی بانک ها مجوز بگیری که آیا میتونه سپرده مثلا از این بیشتر بگیری یا نه. شما مقررات بذار سرمایه کفایت سرمایه داشت بتونه منابع جذب کنه. واقعا این الان یکی از محدودیت ها، یکی از نقصای اساسی ما اینه که ما سرمایه گذار خرد و بدون دانش تخصصی کشوندیم و بردیم تو بازار، بعد ابزار در اختیارش نذاشتیم. خب طبیعی اون بر مبنای هیجان رفتار میکنه، حرفه‌ای های بازار بر مبنای هیجان رفتار میکنه، چه برسه که یه شخصی که اصلا دانش مالی نداره و تو این بازار اومده. من به نظر من یه بحث اینه. بحث دوم من بحث بازارگردانی هست. ببین بازارگردانی که ما الان تو بازار سرمایه داریم، الان من اصلا میگم گذشته رو بذاریم کنار، الان همه بزرگواران به این نتیجه رسیدن که بازارگردانی که الان تو بازار سرمایه داریم افیشنت نیست. الان من میدونم که یکی دو هفته دیگه و یکی دو تا مقررات میذارم، میگم بازارگردان اینجوری باشه خیلی بهتره، راحت تر مثلا یه سهلگیری انجام میدن، ولی بلند مدتی مطالعه انجام نمیدن. یعنی من واقعا خواهش میکنم یه بررسی بکنید ببینید بیزینس بازارگردانی، از خواهشم از سازمان بورس، از بورس ها هست، ببینید بیزینس بازارگردانی چطور میشه میتونه سودآور باشه. ببینید یک کسب و کاره، شما نمیتونی از سهامدار عمده بخوای بازارگردان بشه. ببینید شما یه بانکی سهامدار عمده، مثلا یه تامین سرمایه هست، یه شرکت سرمایه گذاریه، یه شرکت ساختمونیه، شما به بانک میگی ببین شما بیا از این حمایت کن. آقا بانک بیزینسش بازارگردانیه یا بیزینسش دریافت و پرداخت پوله یا در واقع سپرده گذاری و تحصیلات دادنه؟ خب معلومه اینو جواب نمیده. ببین بازارگردانهای دنیا رو من نگاه میکردم، بازارگردانهای دنیا اندازه هاشون چندین برابر شرکت های تامین سرمایه ما هستن و هر نمادی هم باید چند تا بازارگردان داشته باشه. یعنی ما باید بلد باشیم ببینیم بازارگردان چطور سودآور میشه. بازارگردان صندوق تثبیت بازار نیست، صندوق حمایت از بازار نیست، کسب و کاره، یه نهاد حرفه‌ایه. ما باید بلد باشیم ببینیم اونا چطور سودآور هستن. در این حال شما الان اوریج بورس نیویورک هر نماد 14 تا بازارگردان داره. ما الان کدوم نمادمون دوتا بازارگردان داره؟ معلومه شما 14 تا بازارگردان داشته باشی، اگه دوتا سهم مشکل بخوره این 14 تا بازارگردان حتما میتونه اینو جمع کنه و رقابتی هم میشه. بازارگردان ها میدونن که واقعا تو این سهم باید بیزینس کنن، نه اینکه فقط حمایت کنن. من فکر میکنم که این دوتا اتفاق بزرگ باید حتما در موردش تصمیم گیری بشه و یه برنامه‌ریزی بلند مدتی تو این حوزه بشه تا در واقع این شرایط فعلی که هستیم دیگه اینجوری مواجهش نشیم. آقای دکتر، معمولا ماها وقتی تو یک جایی میشینیم یک سوم شخصی و کلن ایرانی ها، یا حداقل خودم رو بگم، سوم شخصی و مورد خطاب قرار میدیم، میگیم اگر اونجا کارشون درست انجام میشد بنابراین حتما میتونست با بقیه کارها درست انجام میشه و یک فرافکنی داریم. ما کانون نهادهای سرمایه گذاری رو داریم و کانون کارگزاران که قاعدتاً بخش خصوصی اونجا هستن و یک شدی تشکل صنفی هستن. من ندیدم لااقل در این چند وقته مثلا یه جایی مثل کانون نهادهای سرمایه گذاری که دبیرش هم یکی از اعضای شورای عالی بورس یا کانون کارگزاران که به هر حال عضوی و در شورای عالی بورس داره، دغدغه های این چنینی معرفی کنن. یعنی بیان بگن آقا من دغدغم اینه، یا اینکه یه مطالعاتی تو خود این کانون ها صورت بگیره، مطالعهش به جایی داده بشه. میگه عرض میکنم من لااقل ندیدم. آیا فکر نمی کنید که به نوعی ما هممون یک همزیستی مسالمت آمیز در یک اکوسیستمی که فعلا کشور رو مصرف کنیم تا اداره گیر کردیم؟ ببینید کانون ها اصلی ترین وظیفه شون پیگیری امور صنفی اعضاشون هست و باید حقا بهشون بدیم که یکی از وظایف اصلیشون اونه. یعنی وظیفه اصلی اونا سیاست گذاری کلان بازار نیست و چه بسا این که اگه بخوانم تو این حوزه اظهار نظر کنم، سازمان بورس خیلی راحت میتونه بگه که به شما ارتباطی نداره. این یه بحث.
بحث دوم همون قضیه دادستان و قاضیه هست. ببین همون صلاحیت همونا رو سازمان بورس داره تایید میکنه. خب اونجا اگه یه کمی شلوغ کنه معلومه که نمیتونه تایید صلاحیت بگیره. در فرض کنید در خصوص یه موضوعی در مورد سازمان دیدیم یک موضع‌گیری‌های رقیقی انجام میدن، اولا که خیلی جدی باشه این، خب راحت میشه فتیلش رو پایین کشید. مورد دوم حضورشون به جایی نمیرسه. ببینین یکی از باز بحثای کلیدی ما بحث گاورننس در بازار سرمایه است. ببینید من میتونم بگم که تصمیم گیری در بورس ها، هیئت مدیره بورس ها، سپرده گذاری، مدیریت فناوری، یک کمی کانون ها، ببینید اینها تصمیم گیری های تقریبا خونسایی هستن. ببینید سازمان بورس اولا که 2 سال هیئت مدیره اونجا، شما 2 ساله 6 ماه طول میکشه که صلاحیتتون تایید کنن بیان. خب بعد یکی دو جلسه شما نمیای، یکی دو جلسه اونا تشکیل جلسه نمیدن. خب یکی دو جلسه طول میکشه، 3-4 جلسه طول میکشه شما ساختار تصمیم گیری اونجا رو آشنا بشین. تا بیا این کارا رو انجام بدی دوره تموم شده. خب شما قراره در سال 20 جلسه هیئت مدیره بذاری، 20 جلسه 2 ساعته بذارستن میشه 40 ساعت. در سال 40 ساعت یه هیئت مدیره یه دونه بورس میخواد چه تصمیم گیری بکنه؟ این یه بحث. بحث بعدیش اولا که نمیتونه ورود کنه تو بحثای واقعا عملیاتی شرکت ها، یعنی چون حجم عملیات خیلی زیاده. و بحث بعدی اینه که تقریبا سازمان بورس شما میتونه هر تصمیم هیئت مدیره رو وتو کنه، هیئت مدیره بورس ها رو. بله آقای دکتر، شما در مورد این صحبت کردید که اگر کسی بیاد یک دفعه یک حرف خاصی رو بزنه ممکنه سازمان بورس در مورد تایید صلاحیت و سایر مواردش یه سری مسائل به وجود بیاره که این میتونه فیلتری باشه برای اینکه افراد بیان نظر واقعیشون رو بدن. شما چرا اومدید و دارید خیلی صریح در این موارد صحبت میکنید؟ آیا فکر میکنید این صریح صحبت کردن شما برای شما بعداً میتونه مسائلی رو داشته باشه، یا اینکه فکر میکنید اگر حرف کارشناسی و درست باشه شنیده میشه و شاید یک جایی بهش عمل بشه؟ ببینید من فکر میکنم که یه رسالتی بر عهده ما هست که واقعا بتونیم نظر کارشناسیمون رو علارغم این که بتونه برای ما شاید مثلا خیلی عواقب خوشایندی هم نداشته باشه باید بزنیم. چرا؟ همون بحث فرمایش شماست که ما در یک در واقع محیطی فعالیت میکنیم که اون محیطه، حالا شما فرمودید همزیستی مسالمت آمیز، ولی من میگم اون کشتی بازار سرمایه کشتی هست که اگه دوچار مشکل بشه تو بلند مدت همون به مشکل میخوریم. و واقعا نظرات کارشناسی ما، چون که یه موقع هست یکی از یک موضع سیاسی داره یه بحثایی طرح میکنه، یه برنامه ریزی برای رسیدن به جایی داره، ولی واقعا حداقل خود من، تقریبا همه دوستان منم شاید بتونن این موضوع رو تایید کنن، چون من واقعا نه برنامه‌ای برای گرفتن پوزیشن دولتی دارم، نه برای جایی مثل نهاد عمومی دارم، نمیدونم، نه اصلا هیچ چیزی ندارم. دنبال واقعا هم خیلی از ما هم دنبال این نیستیم شهرتی رو کسب کنیم، رزومه ای رو جمع کنیم. ما دیگه تقریبا به بگم سن بازنشستگی بازار سرمایه رسیدیم. به همین خاطر متولد چه سالی هستی دکتر؟ من متولد 50 هستم. ماشاءالله نمیخوره. بعد به همین خاطر من فکر میکنم که این نظرات کارشناسی رو دوستان با دید مثبت میتونن نگاه کنن، چون که واقعا هدف کمک کردنه. و وقتی هم در مورد سازمان میگیم، خدای نکرده ببینید شاید مثلا مدیر ارشدی اصلا همچین ذهنیتی نداشته باشه، رئیس سازمان حتما همچین ذهنیتی نداشته باشه، ولی ما داریم در مورد یه سیستم صحبت میکنیم. وقتی من واقعا برایند سیستم اینه، برای خود من میتونم عرض کنم که تا الان، خب معمولا موضع‌گیری های صریحی دارم، تا الان من از هیچ کدوم از بخش های سازمان بورس واقعا
هیچ کدوم از بخش‌هاش کسی به من زنگ نزده بگه که این موضع‌گیری شما ما انتظار نداشتیم این موضع‌گیری انجام بشه، واقعا نداشتیم، نداشتم من اینجور. ولی غیر مستقیم افرادی اومدن به من گفتن که شما این حرفو میزنی، اونا لحاظ میکنن، در صورت که شاید واقعا اینجوری نیست، شاید واقعا اینجوری نیست و شاید هم واقعا چیزی هست که دارن به من میگن، شاید کسایی یه تجربه اینجوری داشتن که دارن میگن، من اینو نمیدونم، ولی به همین خاطر من فکر میکنم که باید این کار رو انجام بدید. ولی فکر نمیکنید کسانی که من اینو صریح میگم جرأت موضع‌گیری ندارن، لیاقت داشتن سمت خاصیو که میدونی مسئولیت یک نهادی بر دوش اونها هست بس نباید داشته باشن و اون سمت ها در این اقتصادی که الان جسارت و جرأت میخواد یک حریت خاص میخواد، فکر نمیکنید الان مردم این رو و اقتصادمون این رو میطلبه و دیگه خیلی نمیشه با زبان خیلی نمیدونم حالا تعریف معاوانه در مورد مسائل صحبت کرد؟ من متأسفانه متخصص اجتماعی یا فرهنگی نیستم، ولی من یه جمله ای رو از یکی از اساتید دانشگاهمون نقل کنم. یه جمله ای تو مقطع کارشناسی ارشدم بود، ایشون طرح کردم و این همیشه تو ذهن من مونده، این بود که ما جامعه رو به یک حالتی تبدیل کردیم تو خیلی از جاها، ضد ارزش ها شده ارزش و بعضی جاها هم ارزش ها شده ضد ارزش. خب مثالشو بزنم، به فرض من فکر میکنم که اگر یه کسی رو قرار جذب کنیم برای استخدام، یه کسی به من زنگ بزنه که پوزیشنش بالاتر از منه، من اینو جذب کنم، این الان تو جامعه برای من ارزش شده، در حالی که این میدونیم اینه حتی در شرایط برابر این یه کار ضد ارزشی است. این من فکر میکنم که درست جامعه میطلبه، ولی ما فرهنگ جامعه رو یه جوری پرورش دادیم واقعا افرادی که صراحت لهجه دارن میتونن در واقع خیلی مستقیم ابراز نظر کنن، در انتصابات کلان این لحاظ نمیشه و این اتفاقی است که برای فرهنگ این جامعه افتاده. حدود 10 دقیقه از گفتگوی ما مونده، من میخوام یک سوال بپرسم و یک بخش آخر رو میخوام به خود شما وابزارم، ببینم خود شما چه مطالبی دوست دارید در اون بخش صحبت بکنید. شرکت بورس، شرکت بورس کالا، بورس انرژی، بعضی موقع مثلا میبینیم بورس کالامون مثل یک واحد فرعی از وزارت سمت شده یا در زمینه سپرده سکه طلا جای دیگه‌ای داره روش نظارت میکنه. در مورد بورس تهران باز و بسته شدن نمادها خیلی مسائلش پیچیده شده، زیاد شده، پالایشی‌ها رو می‌بندن، معلوم نمیشه کی باز می‌کنن، خودرو رو می‌بندن، بعد میگن باز می‌کنیم، باز نمی‌کنن، بعد میگه افشای الف زاده و سایر موارد. این پیچیدگی‌ها و این مسائل از کجا داره نشأت می‌گیره؟ چه اتفاقی برای بازار سرمایه می‌افته که شاید چند نفر خاص یا یک اتاق فکر خاص میاد راجع به بازار به این بزرگی با این همه سهامدار تصمیم می‌گیره؟ ببینید اینو فکر کنم صحبت کنیم، وقتی شما برنامه نداری و دستورالعمل و آیین‌نامه و پروتکل برای یک کاری نداری، فکر میکنی که موضوعات پیچیده است و افراد میتونن راحت تصمیم بگیرن و کاراشون انجام بدن. ببینید وقتی که آخه شاید برنامه وجود داشته باشه دکتر، ولی افراد خودشونو بالاتر از برنامه ها ببینن. نه ببینید مثال اینجوری بزنم، ببینید فرض کنید در خصوص همین باز و بسته کردن نمادها یا مثلا افزایش یا کاهش سقف اعتباری کارگزاری ها، وقتی موضوعاتی به این شکل خیلی اساسی هستن و بازار رو تحت تاثیر قرار میدن، خب معلومه شما باید مشروع مذاکرات رو منتشر کنید. اگر من نظرم این بوده که اعتبار کارگزاری از 50% بیاد برسه به 10%، باید امروز بیام الان از این دفاع کنم. اگر یک بار این اتفاق بیفته، من دیگه تو اون جلسه اگر پشتوانه کارشناسی حرفم نداشته باشه این حرفو نمیزنم، یعنی نمیگم به نظر من این 10% 50% بشه 10%. من فکر میکنم که نهادی که بانی شفافیت در بازار سرمایه هست خودش یه عدم شفافیتی رو با خودش داره و دلیلش هم اینه که چون مطالعات و بررسی‌های کارشناسی پشتوانه خیلی از تصمیمات نمیشه، در نتیجه شما
نمیتونی این افشای مذاکرات رو یا مشروع مذاکرات رو داشته باشی. درسته. خب میخوایم در مورد پذیرش شرکت ها صحبت بکنیم که خب الان 5.5 میلیون ایرانی میان شرکت میکنن، نفری 10,000 تومان 15,000 تومان هم بهشون میرسه و یکی از مواردی که افراد تشویق شدن مستقیم وارد بازار سرمایه بشن همین بحث های پذیرش شرکت هاست. این رو به چه گونه ای عمل بشه فکر میکنید؟ باز میدونم میریم سر آقای زمانی جلسه قبل در زنبیل خودشو شفافیت آورده بود، امروز کیورد شما بحث مطالعه و داشتن برنامه هستش و خیلی هم جالبه این کیوردا میتونه بعدم کمک کننده باشه. حالا حتما باید برنامه وجود داشته باشه، ولی فکر میکنه جامعه اقتصادی ایران توی این بوره از زمان چه کار باید برای این پذیرش انجام بده؟ ببینید این پذیرش هم خب یه بحث یه خیلی ساده است موضوع، یعنی ما فقط میتونیم بررسی کنیم، هممونم میدونیم خیلی مواقع هست کسی نمیخواد اون شخصی باشه که این تصمیمو بگیره یا اقدام بکنه، چون نمیخواد دوچاره نمیدونم پاسخگویی بشه، حواشی بشه و اینجور چیزا. خب وقتی شما یک پروسه‌ای رو طراحی میکنی که هر عرضه اولیه‌ای باید 100% بازدهی بده فارغ از ارزندگی یا عدم ارزندگی سهم، خب معلومه که این همیشه یه لوپی است که تکرار میشه. مشکلش هم هممون میدونیم، مشکل اینه که قیمت توافقی میاد، توافقه کمیته پذیرش هست با ناشر. خب به جای اینکه توافق سرمایه گذاران حرفه‌ای با ناشر باشه، توافق کمیته پذیرش هست با ناشر. خب معلومه اینجا مشکل پیش میاد. اون سرمایه گذار حرفه‌ای ارزش رو میدونه چیه، کمیته پذیرش دنبال رفع حواشی هست، دنبال راضی نگه داشتن مردم عادی هست، به همین خاطر این مشکل پیش میاد. به نظر من اینو باید همون کاری که تو خارج از کشور انجام میدن، این میتونه پرایوت پلیسمنت باشه، اول یک سری حقوقی های حرفه‌ای وارد سهم بشن. اگر اینم نمیشه لزومی نداره شما توی روز عرضه بیای یه قیمتی رو بذاری اونجا و در واقع بگی با این قیمت حتما چیز میشه، شما عیب نداره قیمت پایه رو تعیین کن، ولی دامنه نوسان رو باز کن. من در مورد دامنه نوسان هم صحبت دارم، ولی فکر کنم نه داریم وقت داریم برسه. فکر کنم اگر آره. چند دقیقه صحبت کنید. بله ببینید برای دامنه نوسان من میدونید یه چیزی بالایی فکر کنم راحت میتونم 5 دقیقه وقت داریم برای اینکه وقت رو بدونیم. بله ببینید 95% تقریبا بورسای دنیا سیستم معاملاتیشون دیلر بیسته. ببین دو تا سیستم معاملاتی داریم دیگه، دیلر بیست و بروکر بیست. دیلر بیست اینه که مزنه رو در واقع دیلر میذاره یا اون بازارگردان میذاره، مثل همین صرافیایی که ما داریم. شما وقتی وارد صرافی میشی میگه که قیمت خریدم اینه، قیمت فروشم اینه. در نتیجه شما الان مثلا 1000 تا صرافی داری، 1000 تا قیمت خرید و فروش داری برای یک ارز. توی بازار سهام اون 14 تا مارکت میکری که گفتیم، اون 14 تا قیمت خرید یا فروش داره که خیلی هاش میتونه نزدیک به هم باشه یا میتونه یکم با هم فاصله داشته باشه با توجه به انتظارات و کارشناسی که اون مارکت میکر میکنه. یکی هم که بروکر بیست که کارگزار ایجنت سرمایه گذاره، فقط اوردر رو نمایش میده، خودش نمیگه تو چه قیمتی میتونی معامله کنی. خب بازارهای مالی دنیا با این همه از درجه بلوغ، میگم 95% دیلر بیست هستن. یعنی چی؟ یعنی به سرمایه گذار میگه ببین این 14 نفر میگن که تو این دامنه معامله میکنیم، خب شما این هر چی بگی تو این دامنه این میخره میفروشه، بی نهایت هم بدی میخره میفروشه. حالا اون دیلره وظیفشه ببینه که وقتی عرضه تو این قیمت خیلی زیاده بیاره پایین، دستش هم بازه تا میتونه تا 50% 70% بیاره پایین. حالا یه دیلر خیلی آورد پایین، اون یکی اگه فکر کنه ارزنده است اون بالاتر جمع میکنه. خب مشکل ما اینه که بازار پس بروکر بیسته. بروکر بیست هست، از اون ور هم شما سرمایه گذار حقیقی آوردی تو بازار، صندوق حرفه‌ای نیاوردی. ببین پس با یه ضریبه اینا تو هم ضرب میشن، شما یک بازاری آوردی که کلن اساسش بر مبنای هیجان و عدم کار کارشناسیه. خب از اون ور چی رو داری؟ یه شرکتی رو داری TSE TMC که وظیفش نگهداری هسته معاملاتی سرویس دادن به بورس هاست،
خودش وظیفه پرداختگری اطلاعاتی انجام میده. اصلا اینو بذاریم کنار، خودش یکی از عوامل اساسی هیجان بخشیدن به بازار سرمایه است. من اینو خیلی اعتقاد بهش دارم. به نظر من میشه با یه کار کارشناسی همین هیجانات به التهاب بازار رو مدیریت کرد، به شرطی که شما این TSC TMC بساطش رو بچینید. من نمیگم اطلاعات در دست مردم، در دسترس مردم قرار ندین، اطلاعات پایه‌ای رو در دسترس مردم قرار بدین مثل کدال. خب اطلاعات معاملاتی شما مجوز پرداخت داده دادی به 7-8 شرکت، خب مردم برن از اون استفاده کنن. کدوم بورس اطلاعات لحظه‌ایشو رایگان در اختیار مردم عادی میذاره؟ اگر یک بورسی پیدا کردیم ما دومیش باشیم. خب همین من الان خدمت شما عرض میکنم، این حقیقی نسبت حقیقی حقوقی، نسبت حقیقی حقوقی رو شما توی TSC TMC میذارن، بله. فیلترهایی که میذارن، حجم صفحه خرید و فروش رو میذارن. ببین با یه مکانیسمی شما اینا رو به تدریج حذف کنی، من به شما قول میدم 50% التهاب این بازار حذف میشه. اصلا من میگم که اون اونجا هست که داره به بازار التهاب میده. همین شما باز میکنی صفحه رو، اونجا همه چی رو قرمز میبینی، خب معلومه من غیر حرفه‌ای وقتی دسترسی به اطلاعات، ابزار تحلیل، دانش تحلیل نداشته باشم، قرمز رو ببینم میترسم. ببینید اولا که من باز اعتقاد دارم که در واقع باید مطالعه کنیم که ببینیم مقاله که بوده؟ بله. ببینیم که تأثیرش چیه. من قبل از این برنامه بررسی کردم، یه 7-8 مقاله‌ای که مطالعه کردم، هم بورسای در حال توسعه هم بورسای توسعه یافته. به غیر از یک دونه تحقیق که میگم خیلی دقیقم واردش نشدم که ببینم سر چی این بحث شده، تقریبا اکثر تحقیقات بحثشون این بود که گذاشتن دامنه نوسان باعث میشه نوسان در بازار بیشتر بشه. درست. خب این تحقیقات اونوری هست. این ورم ببینید اکثر حالا نظرسنجی هست، حالا من نمیگم بحث کارشناسیش یا مطالعه علمیش چیه، نظرسنجی ها بر مبنای اینه که باید ما دامنه نوسان رو برداریم و شاید نگرانی هایی که در واقع بورس ها دارن بر مبنای این که این دامنه نوسان باز بشه، چون ما سرمایه گذار غیر حرفه‌ای داریم، باز این عدم تعادل میتونه خیلی بیشتر باشه. یک پکیج بازارگردان باز کردن دامنه نوسان میتونیم مشکل رو حل کنیم. آقای زمانی سری قبرس کردم، شفافیت رو کیورد قرار دادن، شما اگر بخواید یک کلمه برای برنامه امروزتون بگید اون چه کلمه یا دکتر؟ من میگم مطالعات علمی. مطالعات علمی. خیلی ممنون آقای دکتر که تشریف آوردید و پاسخگوی سوالات ما بودید و ممنون از اینکه سریع و صریح به سوالات ما پاسخ دادید و انشالله آخر هفته خوبی داشته باشید. ممنون، شما هم همینطور سلامت باشید. خب بیننده های محترم، امروز هم تمام شد. آخرین روز هفته رو با هم سپری کردیم. امروز چهارشنبه 19 شهریور سال 99 رو در کنار هم بودیم. بعد از ظهر همتون بخیر باشه. یک سوالی رو در تلگرام گذاشتیم که آدرس تلگرام هم رو صفحه مجازی اینستاگراممون هستش. در مورد دامنه نوسان سوال پرسیده شده بود که 4 گزینه ای هستش. ممنون میشید در این نظرسنجی شرکت بکنید. ممنون از اینکه ما رو در این وقت نگاه کردیم. برنامه سیاست های سرمایه گذاری از این بابت که همه ما با آینده کشورمون امیدوار و همیشه تاریخ رو بخونید، این خیلی اتفاقات عجیبی برای ایران افتاده و الان تو بهترین زمانش هستیم و تونستیم رو پای خودمون وایسیم، کشورمون رو خودمون داریم جلو میبریم. یک زمانی آرزو داشتیم تو همین پالایشگاه آبادان 4 تا ایرانی پیدا کنیم و الان میبینیم خیلی از این شرکت ها و خیلی از این مراکز صنعتی خود ایرانی ها و جوان های اونها با همه این تحریم و این داستانا تونستن انجام بدن. ان شاء الله از این پیچ تاریخی هم در بازار سرمایه رد میشیم با کمک همه کارشناسا متفکران. ان شاء الله خدا به همه اونایی که میان صریح صحبت میکنن و دلشون برای این کشور میسوزه سلامتی بده و ایشالله که همیشه کنار ما به عنوان بزرگتر در این بازار حضور داشته باشن. کار ما با شما امروز تمام استش. با دعای عاقبت به خیری برای فرزندان ایران زمین، سلامتی پدران و مادران و همچنین خدا رحمت بکنه اون گذشتگان رو، انشاءالله شنبه با شمارش معکوس ساعت 8:30 دقیقه من با شما خواهم بود به شرط بقا. خداحافظ، خدا نگهدار.